دیگه تا آخرین کارهایی که میتونستم انجام بدم، ولی ایشون رو نیافتند و جوابی به من ندادن تا روز آخر، روز پنجشنبه یا جمعه رو دفعه روز 18 بود که آقای از مسئولین گفت شما به دادگاه انقلاب بازم مراجعه کن، اینجا نیا. گفتم چیکار بکنم؟ گفت برو دادگاه انقلاب. شنبه رفتم دادگاه انقلاب، روز شنبه 20 تیر رفتم دادگاه انقلاب که ببخشید اونجا باز هم توهینایی که طبق معمول به من میکردن، همیشه هم میکردن که چرا اینقدر میای میری، چه خبره، مگه بچه های دیگه نیستن؟ برو برای خودت بگی بخواب استراحت کن، این بچه ها مشکلی ندارن، هیچ مسئله ندارن، دارن میخورن و میخوابن، شما دارین مادرها خودتونو میکشین. و حتی جملات دیگه هم که فسفوری هم یک بار گفتم فسفوریه، یک بار گفتن که بچه شما اسمشو نداده، اشتباه داده، بعد چیزای دیگه برین خودت پیدا کن. من نمیدونم اینا جملاتیه که مسئولین در دادگاه انقلاب به کار میبردن، خیلی کلمات و خیلی چیزایی که من نباید بگم، اصلا نباید بگم، ولی من خودم خجالت میکشم که بگم. و بگذارین از این حرفا، بعدا روز 23 به من گفتن شما به شاپور مراجعه کردی؟ گفتم بله، اونجا آگهی فدرام دادم. پنجشنبه هم به من گفتن که شنبه بیا برای موبایلش که ردیابی بده. من شنبه از اونجا باز هم بایستادم تا یکی از مسئولین باز اومد، پیش گفتم که بچه من چی شد؟ جوابی به من داریم بدین که این 25 روز 26 روز زنگم نزده. بگذاریم از این که من دفتر دادستانی هم رفتم، پیش آقای مرتضوی خود شخصا نرفتم، رئیس دفتر ایشون حتی به من گفت بچه شما در ایبینه. من منظورم اینه که همه مسئولین به من گفتن ایبینه، اگرم ایبین مثلا اون بندهای معمولی نیست، در بندهای مخصوصیه. ولی یه دفعه چی شد؟ کشته شد. یه دفعه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بعد من رفتم در شاپور، به من راهنمای همین مسئولی که به من صحبت کرد گفتش ما عکسشو دادی در داخل، عکسای مختلفی که شما دادی، کارت ملی بچه منم نشون داد. بعدم گفتش که شما تشریف ببرین فردا بیه مونیم جواب. با این حال من چون از آگاهی منو منزل نیزدی و خواسته بودم، پاشدم رفتم آگاهی شاپور و اونجا به من نه، البته چون من واقعا دل اینو نداشتم که برم عکسای بچه های دیگر رو ببینم. گفتم من نمیتونم برم و اون مسئول گفت من کار ردیابی رو خودم میکنم انجام میدم، ولی تشخیص هویت باید یکی از شما خودتون بدید. که پسر دوم من که خیلی بچه واقعا ضعیفی از نظر جسمانی و اینا و خودش هم دانشجوی، این بچه رفته بود عکسا رو دیده بود، شناسایی کرده بود بچه من که از صورت به بالا نشونده و این اومدون. من دیدم این بچه دیر کرده، خیلی مدت طولانی، من نگران شدم، خودم رفتم بیرون دنبال بچه دوم، یعنی میگشتم دنبال سیامک دیگه. بعد دیدم نیومده، گفتم حتما یه اتفاقی افتاده که این بچه دیر کرده، گفتم نکنه اینجا اینم گرفتم. تا اینکه همون آقای مسئول گفتم که آقای فلانی شما لطف کنی بریم ببینیم بچه من چی شده، نیومده. من خودم رفتم تشخیص هویت نیست، نگو این بچه دیگه، برای که به من روبرو نشه خودش رفته جایی پنهان کرده. بچه من نمیتونست به من بگه که برادرشو کشتن. اینقدر بالا این بچه خراب و شوکه شده و رنگ روش پریده بود و حالتی اصلا عصبی پیدا کرده بود، حرف نمیزد. خودم رفتم دوباره پیداش کردم، گفتم سیامک بگو به من چشمای تو یه چیزی میگه، یه اتفاقی افتاده، بگو به من. و بعد دیگه طاقت نگه بودم، مناسب رو کشته شده. گفتم چرا، کی، کجا؟ و نمیتونم بگم برای تو که چه اتفاقی برای من افتاد اونجا. خواهش میکنم، من فقط میخوام بدونم برای چی بچه من، مگه برای چی رفت؟ فقط برای اون رأیی که داده بوده، اعتراضی داشته، حالا هر چی بوده، یه بچه 19 ساله که کنکور داشته، یک دونه از آرزوهاش برآورده نشده، به دست چه کسانی، به دستور چه کسانی و برای چی آخه؟ مگه این بچه از این مرد، از شورای شهر میپرسم چی خواسته؟ از دولت چی خواسته؟ از مملکت چی خواسته؟ غیر از این که ما فقط آسایش، آرامش و یک آزادی اندیشه، این مهمه.
که بچه من فکر میکنه به چه کسی داره رأی میده و اون رأیش کجا میره. هیچ چیز دیگه نخواسته، فقط به خاطر اینکه طرفدار آقای مستوی بوده باید کشته بشه. به چه جرمی؟ به کدامین گناه؟ بچه من یک جوون بوده، 19 سالش بوده، یعنی در واقعا اوائل جوانیش دیگه هیچ کدوم از آرز باشتر رسیده. من مادر فقط شبانه روز دارم از خدا میخوام به این ظلم با پایان داده میشه. ببخشید، وقتتون گرفتم، ببخشید. تعدادی از عزیزان هستن که صحبت نکردن، برای شادی روح سهراب عرابی و انشاءالله سلامتی رمیه عزیزان در بند صلوات بفرستید. بقیه دوستان دوست خیلی خلاصه معرفی کنید، کسی که معرفی نکردن و صحبت نکردن خیلی خلاصه دوست کنید.